کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به هدف ایجاد اصلاحات در سیستم اداری کشور برنامه وسیعی را به منظور استخدام افراد شایسته و با ظرفیت در ادارات دولتی روی دست گرفته است. در همین حال 350 تن برای به دست آوردن پست‌های ریاست‌های ادارات دولتی روز سه‌شنبه در آزمون اختصاصی در کابل به رقابت پرداختند. این پست‌ها مشمول ریاست‌های منابع بشری، تدارکات، تفتیش داخلی، پالیسی و پلان و مالی و اداری ادارات مختلف می‌شوند. دکتر احمد مشاهد، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، هنگام برگزاری این آزمون گفت نتایج این آزمون به گونه شفاف بررسی می شود و شایستگی و لیاقت نسبت به هر چیز دیگر در اولویت قرار داده خواهد شد. با پروسه رقابت آزاد یک آزمایش کاملا شفاف است. هیچ گونه شکی در تصرف و در تداخل وجود ندارد. توقع ما از همه همکارایی است که بعد از اینکه امتحان دادند و از مزاحم هیچ کس نشوند که فشار دارند از طریق محافل مختلف که همراه ما کمک شوند. تنها کسی که میتونه شما را کمک کنه خودتان هستین و ظرفیتی که در آزمایش از خود نشان میدید. مشاهد افزود تلاش میشود تا زمینه اشتراک نسل جدید در ارگانهای دولتی فراهم شود و این یک فصل جدید برای اشتراک جوانان در چوکات ادارات دولتی است. و خوشبختانه یک فصل جدید است برای فرصت دادن برای نسل جدیدی که تحصیلات دارن و امروز آماده هستن که شریک شوند در مسئولیت های آینده ای افغانستان. با اساس ادارت رئیس جمهور ما یک سلسله امتیازات استثنایی را همراه کسایی که به سطح ماستری یا بالاتر از آن اسناد داشتن ملحوظ کردیم و دلیلش همین بود که ما میخواییم که یک حرکت و یک خون جدید در رگای اداره ملکی افغانستان از طریق حضور شما را بیفتد. و ما یقین دارم که شما کسایی هستیم که نسبت به نسل پیشتر از خودتان صمیمیتر و متعهدتر هستیم. رئیس کمیسیون اصلاحات اداری با تاکید بر شفاف بودن پروسه استخدام گفت کسانی که به نتایج آزمون قناعت نداشتند می توانند به کمیته سمع شکایات این کمیسیون مراجعه کنند. چیزی که لازم به تذکر است این است که به اساس قانون خدمات ملکی هر همکاری که در این برنامه شامل است اگر از نتایج قضاوت در مورد جواباتش شاکی باشد می تواند که به بورد سمع شکایت خود مطرح کنه که در اونجا یک بار دیگر امتحانش یا به اصطلاح نتایج آزمایشش بازنگری مجدد میشه. حتی اگر بسیار مسیر باشه و اینکه به او قضاوت دومی هم قانع نشوه به اساس قانون حق داره که به مراجع عدلی و قضایی چکنه شکایت کنه و پروسش بازم بازبینی شود. با گفته مسئولان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به زودی در دور دوم این برنامه پست‌های 100 ولسوالی و 14 معاونیت ولایات بر رقابت گذاشته خواهد شد.